حاضر بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید عبدالله هاشمی هستم، یک تن از استادان زبان ادبیات، تدریس زبان ادبیات در لیسه کابل. بسیار علاقه گرفتم که یک تن دو تن از بخش معارفم اینجا باشه که این پیام بسیار بزرگ به شاگردا برسونه. برای که ناامید نباشیم، من یک اشعار از حافظ میخوانم که میگه: نفس باد صبا مشکفشان خواهد شد، حالمی پیر و دیگر باره جوان خواهد شد. یا سمن جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگز شقایق نگران خواهد شد. من مشخص نمی کنم که از کی سوال بکنم. من یک نظر میتونم، چون به شکل مشوره هست، اینجا تبادل افکار است. ما میبینیم که هر زمانی که در قسمت مواد غذایی یا ظروف یک مشکل پیدا شده، مثلا یک زمان در قسمت ظروف میسی که اکثرا در خانه ها حال هستن، میگفتن در ظروف میسی غذا خوب نیست و اکساید تولید میکنه، و ما حتی تاکید میکنن که شب غذا را در این نمونه. و به این شکل ما میبینیم که 100 سال پیش ما بسیار یک زندگی خوب را داشتیم. کابل کابلیان، اشعاری که درباره کابل بعض حال میشنوند، شاید بگه این شاعر گور بوده، گنگس بوده. نه، این شاعر بسیار بینا بوده. ما همیالیم در داریم یک جای به نام جوی شیر، شاید همه شنیده نیره. اونجا هاب میرفته که مردم از اون میخورده. یعنی به این معنی کابل یک زمان خیلی پاک بوده و سواد آنچنانی وجود نداشته. و ما میبینیم که خیلی چیزها را برداشتن، مثل خمیر ترش. حالا از چیز استفاده میکنن، مایه خمیر، که چقدر تکلیف معده را پیدا کرده. یا ظروفای گیلی. همیال ما بزرگ شدی شهر هستم ولی بچه دیات هستم. ما آونگای سنگی داشتیم، دیگای سنگی پل متک همیال روی زبانای مردم است، و دستاس داشتیم، آسیای آبی داشتیم. اینا چیزایی بوده که گرچه مردم فکر میکنه حالا تمدن بوده، او زمان تمدن نبوده. به این برداشتایی که من از این صحبت ها کردم، ما میبینیم که یک تمدن بسیار خوب را در 100 سال پیش داشتیم. مولانا صاحب رومی میگه: هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. خیال ما میبینیم که آیسه ایسه این طرف هم که این سوالهایی را که بعد تصویر دیدم که اصلا این قابل جمع‌آوری نیست و قابل تجزیه نیست. پس در شهرها حالا کسایی که وقتا روستانشین بودن و آمدن شهرنشین شدن، حالا به تکلیف شش و ریه و اینا گرفتار شد، پس برمیگردن به قرارداد. اگر ما بخوایم که زودتر بیبرسیم، یعنی یک نظریه است، چی میشه که ما پس برگردیم به او اوائل؟ مثل که 20 سال پیش از خلطه استفاده میکردیم، او روز شاید بسیار یک چیز ابتدایی بود ولی امروز به شکل یک اصل قرار میگیره. اینی رو من بسیار معذرت میخوام، به مشخصه نمیگم که احمد هر کسی که جناب استاد سوال بسیار معقول را مطرح کردین که برای همگی برمیخوره. میخوایم از دکتر کسب علی بپرسیم که از نظر طبی که روز و روزگار میگفتن که کاسه های میسی خطر داره، و بعد گفتن نه این خطر نداره، فلان خطر داره، و حالا میگن نه ظروف پلاستیکی خطر داره، چگونه میتونیم پس به اصل خود برگردیم؟ امکانش هست؟ تشکر استاد محترم، واقعا یک موضوع جالب را شما اشاره کردین. میبینیم که در کابل قدیم واقعا شما داستان کوتاه را در جوشی رو ارائه کردین. اگر ما نفوس کابل در اون زمان ببینیم و فعلا با هم مقایسه بکنیم، قابل مقایسه نخواهد باشه. فعلا کابل آمار اخیری که نشان میده بیش از 7 میلیون نفوس داره. اگر هر شخصی که در کابل زندگی میکنه زباله تولید بکنه، 1 کیلوگرم تولید شوه، 7 میلیون کیلوگرم زباله تولید میشه، که واقعا کارست مشکل برای یک نهاد کوچک مثل شاروالی کابل که فعلا کوشش کرده میره که با این مکاره این مشکل ما مدیریت کنیم. در قسمت از این که کاسه گلی را شما یاد کردین یا کاسه میسی را یاد کردین، درست است، کاسه میسی هم چیزی است که بعد از تعاملات کیمیایی مشخص به وجود می آید. یعنی امکان داره که گذاشتن غذا برای مقدار دوام طولانی باعث بروز بعض از مشکلات شود.
خودم دقیقاً بالای از کدام تحقیق انجام ندادیم که مشخصاً برای شما بگیم، اما هر چیزی که بنیه کیمیایی داشته باشه امکان داره که باعث بزرگ‌دادن مشکلات صحی شود. اما کاسه گلی به هیچ وجه نمیتونه مشکلات صحی را وجود بیاره، چون چیزی است که از پروسس بسیار جدی و مغلق کیمیایی به پیش نمیره، بسیار ساده ساخته میشه. اما پلاستیک شما دیدین که به وضاحت گفته میتونیم، تحقیقات نشان داده که موادی که پلاستیک از او ساخته میشه خودش سرطان‌زاست. طور مثال، من بیشتر مثال گفتم، در ساختای پلاستیک از بنزین استفاده میشه، از اتیلن استفاده میشه که خودش مواد است که در جریان ساخت کسایی که او را میسازن بر صحتشان مضر است، کسی که استفاده میکنه بر صحتشان مضر است و کسی که دوباره او را ریسایکل میکنه بر صحتشان مضر است. طور مثال در یه آخر گفته میشه که در ظروف پلاستیکی استفاده یک بار استفاده بکنین، دفعه دوم استفاده نکنین. هر قدر که ما ظروف پلاستیکی برای غذا بیشتر و بیشتر استفاده میکنیم، او یک ماده است بنام بیسفنل ای که او خودش ذرات کوچک ایجاد کرده میره و باعث مشکلات در اختلال در هورمون انسان ها میشه، در داخل عضویت میشه و هم وظایف هورمون ها را از بین میبره، مختل میسازه. یعنی هورمون ها نمیتونن وظایفی را که به صورت فیزیولوژیک انجام بدن اختلال میکنن و پلاستیک در اون مداخله میکنه. خصوصا این نزد خانم ها بسیار مهم است که باعث سرطان عنق رحم هم شده میتونه، باعث سرطان سدیه هم شده میتونه و خصوصا در نزد اطفال بیشتر اگر از یک بوتل آب چندین بار استفاده میشه، هر قدر که استفاده شده میره و تخریش میشه بوتل و مزرات کوچک که برام بسفنل ای یاد میشه، او میتونه که باعث مشکلات جدی شوه و این یک مشکل کلان است. در ظرف 2 ساعت که ما اینجا بودیم، عمل در دنیا بیش از 120 میلیون بوتل استفاده شد در زباله افتاد. یعنی در یک دقیقه 1 میلیون بوتل تولید میشه، یعنی استفاده میشه، تولید چخ بگذارین که در افغانستان هم شما خودتون مقایسه بکنید، نظر به نفوس که در دنیا ما چقدر فیصدی داریم، یعنی می تولید جریان داره. به این خاطر یک مشکل بسیار جدی است. سالانه 7 تریلیون خریطه پلاستیکی تولید میشه که کلش برای محیط زیست ما شما مشکل ایجاد میکنه و این برای صحت انسان واقعا مشکلات جدی ایجاد میکنه که باید ما اقدامات جدید در قسمت داشته باشیم. فکر کنم که با توجه به ضیقی وقت، یک جناب کاظم همایون میخواین که یک جواب بدن چطور پس بتونیم به اصل خود برگردیم. آیا میتونیم برگردیم یا اگر بخوایم ما را نمیگذارن که برگردیم؟ با سلامت و سرحال باشین. یک عالم میگه که سوسیالیسم به خاطر از هدفم سوسیالیسم سبک شوروی دیروزی است، میگه سوسیالیسم به خاطر از این از بین رفت که اجازه نمیداد که بازار حقایق اقتصادی را بیان کنه. اما کپیتالیسم چرا از بین میره؟ میگه کپیتالیسم به خاطر از این از بین میره که اجازه نمیده بازار حقایق اکولوژیکی را بگوید. این بحث حقایق است که سر محیط ما است و یک زنجیره است که از بین میره. تشکری از استاد محترم. استاد شما عضو خانواده ما هستین. صرف محیط زیست یک رشته نیست، ادبیات محیط زیست یا ادبیات سبز که پیشتر شما سبز یک شعر بسیار سبز گفتین، از آقای سپیری گفتین یا از کس دیگه، واقعا لذت بردم. ما یک تعادل برابر کرده نتونستیم بین عرف و قوانین در کشور خود. ریشای بحران ما امی است. یک وقتی عرف بود، قاعده لازرر بود که مثلا میگفتیم قالین تکونی نکو، خانه همسایه اذیت میشه، او طرف خانه همسایه چیز نتی اجازه نتی بره خراب نشه، دودکش طرف خانه همسایه نمود. یک گپ بومی و اخلاقی در درون همی جامعه شکل گرفته بود. این اخلاق متاسفانه آمدن در طی 20 سال پسین آمدن اداره موقت افغانستان این اخلاق از بین برد، یعنی رخنه کرد کپیتالیزم در جامعه و هیچ زمانی در دنیای کپیتالیزم اخلاق به نام اخلاق چیزی وجود نداره، فقط اقتصاد است که حرف آخره میزنه. معنویات از بین رفته. تا زمانی که ما دوباره احیا نکنیم معنویات ای که از کدام روزنی، ما نمیتونیم به نتیجه که ما ازش میخواییم اون نتیجه را به دست بیاریم. متاسفانه این چالش بسیار جدی است. تا زمانی که عرف بود همه چیز جور بود، شهر کابل کابل زیبا بود، روستاهای ما روستاهای سبز بودن، مردم بومی زندگی میکردن، هر همسایه یکی دیگری میشناخت، آل یکی از یک بخش آمده دیگه از دیگه بخش آمده، تنوع دیدگاه وجود داره و از جانب هم حکومت نتونسته در تطبیق قوانین و مقررات
کوشا باشه یا نظارت بکنه از تطبیق قوانین مقررات که این چالش ها وجود داره. یا ما بریم با معرف دیروزی خود یا بیاییم تطبیق کنیم قوانین. ما قوانین تطبیق کرده نتونستیم. هیچ قانونی فقط در روی ورق است. قانون بیرون از ورق دستای عمل ما متاسفانه هیچ چیزی را نمیبینیم که حتی در اداره که خودش قانونگذار است خود متخطی میکنه. ما پارلمان کشور را میبینیم دیگه نمونهش است و سایر دو قوه دیگر و سلامت سر اول.